انا می خوانم و مشرف به دین می شوم. از خود قرآن به توی رساله ها می آید که میگه ما به قرآن مطالعه قرآن سبب هدایت ماست. یک دو سال قبل کسی از خود ایران کسی آمد، یک از شهرهای بزرگ ایران، و گفت که مسیحی بوده و مشرف به اسلام میشه. آدم معمر و محسن نیبود. و گفت که فرزندانش همه در خارج از کشوران، دختر و پسر، و همه در تحصیلات رده بالا دارند و در انجا کار میکنند. و من آخر عمرم هست و به برگ الله شرمنده نشم، چرا که من تشخیص دادم که دین اسلام دین برحق. گفته شما چیزی مطالعه کردی، چیزی دیدی؟ گفته نه، هیچی از مطالعه نیست. من یک همسایه مسلمان دارم و عمل کردی، او خانوادهش من تحت تاثیر قرار داده که دین اسلام دین برحق. معلوم میشه که یک چیزی که خیلی تاثیر داره در جامعه خود قرآن، ولی یک چیزی که خیلی تاثیر داره عمل کرده مسلمان است. اگر مسلمان ها امروز عمل کردشون عملگرا بودن و عمل می کردن به دین، درست عمل می کردن، سبب هدایت مردم بشن و بالاخره این مشرف به دین شد. مشرف رمضان شریف یه بخشی از رمضان اینجا من به هر حال اینجا درس قرآن هم شرکت می کرد و نماز می خواند اینجا، و الله تعالی ایشون هم مشرف نمی دانی الا زنده هست یا نیست، ارتباط نداره، ولی بالاخره آمد و اینجا مشرف به اسلام شد. به هر حال تاثیرات دین، تاثیرات قرآن بسیار بسیار زیاد هست. شرفی هست که کسی بتوانه قرآن دوره قرآن حسنی دوره اینه که بالاخره توی همه دو ماه شعبان و رمضان که مدارس دینی تعطیل و طلاب دیگه درس نداره و خود را فارغ میکنند و کل قرآن از اول تا آخر میخوانند و همو اندازه که در طول سال طالب درس میخوانه و علم فرا میگیره و آموزش علم میبینه و برایش مفیده، در این دو ماه بیشتر از سال به او فایده میرسه. کسی که بشینه جا حوصله کنه و صبر بکنه و به هر حال او میتوانه به اندازه رشد و ترقی که در طول سال داشته در همین دو ماه میتوانه کسب کنه، چرا که قرآن از یک علم بحث نمی کنه. قرآن جامعه و همه علوم توی قرآن عظیم و شان می آید و انسان اطلاعات مختلف و گوناگون کسب میکنه در زمینه های مختلف و برای انسان بسیار مفید میشه. بعد این قرآن تاثیر خودش را داره که هیچ کتاب و هیچ کلام تاثیر کلام الله مجید را نداره و بسیار فرصت زیبایی است الحمدلله. مولانا الله تعالی سلامتیش و عنایت کنه و در توفیقاتشون و همه به ما بیفزاید. الحمدلله موفقان تو این درس و هم در تفهیم صحبت ایشون، هم برای هر کسی میفهم صحبت ایشون. بسیاری ممکنه عزیزان که تفسیر درس بدن یا دیگه کتابی، ولی در تفهیم ضعف باشه. مولانا نه، الحمدلله الله تعالی ایشون را نعمت تفهیم داده و کلام مختصر میتونه مطلب و تفهیم
بفهمي همي الطلاب وكسان القرآن بيخانا برسوني وهم مطالعة داريهم دقت ميكوني وإن شاء الله مطالب كين جميع رسان عزيزان أما مطالب صحيح ودرست الله تعالى توفيق عنايت بكون هذا إن شاء الله شمارا كشركت بكون إن قرآن عظيم الشان تنها برای ان کے علماء نہیں بلکہ حتی اگر ایک چوپان ہم بھی آیا دا سر را وہیں جب بھی مطالب زیادہ را نہیں فاہمے متوجہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن آسان کر دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قرآن آسان ہے و هر کس قرآن می فهمه ممکنه بعضی جا باشه باشه و مسائله که مقدار بالاخره مشکل باشه ولی خود قرآن عظیم الشان کاملا قابل فهم و کامل درک برای همه قابل درک حالا اگر کسی علم و معلومات بیشتر داره مطمئنا بیشتر از قرآن میگیره و فایده بیشتر حاصل میشه استفاده بیشتر میکنه ولی هیچ کسی در مجلس قرآن محروم نمیشه ولی از کسبا تجار و همه مردم میتونن تو این جلسه شرکت کنن و مدرکی سندی به کسی داده میشه که تو امتحان شرکت کنه و او مال کسانی است که طلاب و طالبان درس خوندن یک میزانی و بالاخره ولی قرآن برای همه عامه همه میتوان از هدایت قرآن استفاده بکنن از رهنمایی قرآن از دستای قرآن استفاده بکنن زنان الحمدلله در این درد شریک خواهران الان تعدادشون بیشتری البته انشاءالله تازه زیم مدرسه تعطیل شده و طلاب اینجا محصور بودن رفتن برمیگردن طلاب و انشاءالله از روز شنبه این درس آغاز میشه رسما و شلام طول میرسانم قدرت الله در تمثال جای مهاجرین خالی است که و ان خلای هست و ولی باید این انشاءالله خرارا الله تعالی پرو بکنه انشاءالله و ما امیدواریم که اون حتی همون مهاجرین هم ره برایشون درست بشه که محروم نشد از این درس و از این برکات الهی الحمدلله این درس خیلی جا مستمع داره تو روسیه هم که رفتیم و خود مولانا در سفر تشریف داشتن اونجا ماشاءالله خیلی ها کسانی که از این درس استفاده میکنن به صورت آنلاین پخش میشه و استفاده کننده در سطح دنیا داره فارسی زبانان استفاده میکنه هر جا امیدواریم که انشاءالله درس مفید بشه و جریان پیدا بکنه و از همه مهمتر و مهمتر آنه که به برگاه الله تعالی قبول بشه مقبول واقع بشه و این چیزی است که انبیا به آن نیاز دارن دعا می کنند ابراهیم علیه السلام بانی کعبه خانه کعبه خانه کعبه را بنا کردند و ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم هر کسی که کار خیر انجام بده نیازی که متوسل بشه به الله تعالی و توسل بکنه به دعا به لعبانی که الله تعالی که به برگاه خودش قبول بود چرا هر عملی که مقبول نشه برباد میشه و ضایع میشه و به تاثیر میشه و لحظه مهمه که این دعا همیشه بشه که الله به برگاه خودت مقبول بدار و قبولیت عنایت فرم الله تعالی تاثیر گذار کنه درس قرآن عظیم الشان و الله تعالی روح درس و روح
أماله بلكي الروح الدين لله يتحس وإخلاصه وقال بري الله باشا ونيت بري الله باشا إن حياتي درح ما يقال آئما وهر كاري كي بدون إخلاص باشا زائي وبرباد بري هر هدف باشا بلاخر همو هدف آست ولی برای اهداف دنیوی بفایده میشه لذا للهیت روح هر عمل یا روح نماز و روح کل دین و مسجد جای بنا میکنا باید همه نیتشون الله تعالی باشه که الله تعالی قبول و اگر نباشه فایده ای نداره لکر نام و شهرت و با منافع دنیا و این ها چیزی هست که همه ما باید زیر پا بگذاریم و آنچه که مد نظر ما باشد همه للهیت و مقبولیت عند الله و رضای پروردگار باشه و این چیزی بی نظیری است و این عمل بارگاه الله بسیار ارزش داره. امیدواریم که انشاءالله این درس اثرات خاص خودش را داشته باشه و مقبول بشه نزد الله تعالی. و هم عزیزانی که برای کسب درس و علم قرآن میاد علوم قرآنی اینجا انشاءالله هم برای الله قرآن بخونم و جمعی کسانی که اینجا خدمت میکنن هم برای طلاب و لحاظه همه اساتیج همه کارمنده و همه کسی که هر خدمت انجام میده حتی اونی که مسجد نظافت میکنه و اونی که غذا درست میکنه همه و همه الله تعالی رو نیت میکنه الله تعالی اجرشون بده ثوابشون بده و رضامندی الله تعالی رو در نظر بده و یک تو یک مجموعه که همه نیت این باشه این تاثیر داره تا یک بخش این نیت داشته باشه همه این نیت داشته باشه من طور که بانی این خار حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی زن و گمان همه ما هست که برای الله تعالی این خشته گذاشته دو بنیاد و الله تعالی توفیق بده که جمعی کسانی که اینجا حتی نظافت میکنند دم در ایستادن و همه الله تعالی را نیت کنند که الله تعالی راضی باشه و اونچه که اینجا داده میشه به کسی این اجرت نیست این قوت لا یموت این در حد نانه فقط و حتی و خورس و آبگوشت نان هم نمیشه نان خشکه و لحاظا اینجا حقوق نیست که کسی حقوق دریافت بکنه و کفایتش بکنه و لحاظا اونجا چیزی که مایه دلگرمی هست همو للهیت هست همو اخلاصه الله تعالی به همه توفیق بنایت و کل مجموع و تک تک افراد زنان مردان و کاران هم توصیه میشه که همت کنن و این نعمت خدا بر خواهران اینجا چه کسی فکر میکرد که روز خواهران باید درس تفسیر بخونن درس حدیث بخونن در حالی که یک خواهر توی زایده سراغ نداریم ما که قرآن صحیح بخونه یعنی با تجوید بخونه و اینجا سراغ نبوده اگر خواهران قرآن بلد بودن بله بله او که حتما قرآنشون صحیح باشه و درست باشه نه چنان چیزی ما سراغ نداشت و امروز الحمدلله قهران کلاسای قرآن برگزاره و این کلاس تفسیری که برگزاره کلاس تجوید برگزاره و این نعمت فروردگاره و اما به نعمت ربک فحدث نعمت الله تعالی بیان بشه
ودستور دادن که نعمتهای پروردگار رو بیان کنید. الله تعالی این همه فضل الله تعالی، این همه نعمت و کسانی که قبلا تشریف آوردن دوالن نیستند در میان ما و رفتند و زحمت کشیدند، الله تعالی اونها را غریق رحمت کنه و بهترین رحمت ها را بر اونها نازل بکنه که زحمت کشیدن بستر را فراهم کردن، ره را هموار کردن برای رهروان این را. الله تعالی ما را از رهروان صدق بگردن این را. و دعوت میکنیم همه مردم دنیا را به اینکه به قرآن توجه کنن، قرآن مطالعه کنن، قرآن عظیم و شان بررسی کنن و دقت کنن برای آنکه قرآن هست که به صحیح ترین راه و کوتاه ترین راه رسیدن به الله و راست ترین راه، هرچه که راه راست باشه کوتاه میشه، راه کج باشه طولانی میشه. لهذا این مستقیم رای مستقیمی که قرآن رهنمایی میکنه به این کتاب مقدس، به آخری کتاب، کتاب جامع، کتابی که معجزه هست، کتابی که ماندگاره و کتابی که زنده میکنه بشرا. افمن کان میتا فاحیناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن ما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. کسی که مرده بود و الله می فرماید من با قرآن و با آیات قرآن زنده کردم، این خصوصیت قرآنی که مرده ها را زنده می کنه و مرده معنوی را حیات می بخشه و زندگی می بخشه و به نور حرکت می کنه میره. آیا برابر با کسی که توی تاریکی قرار داره، تاریکی های جهل، تاریکی های شهوات و ظلمات، شهوات و لذات دنیا و خواهشات دنیا گرفتاره، تاریکی این اما کسی که به نور علم و نور هدایت و نور اخلاص، نور اللهیت می آید، آیا این می تواند برابر باشه؟ الله تعالی توفیق عنایت کنم. امیدواریم که انشاءالله دوستانتون هم اطلاع بدید که و دعوت بدید که از این فرصت استفاده کنند، چون فرصت مثل سایه ابر میره، راه میره، فرصت استقرار نداره، میره و تمام میشه. دو ماه شعبان و رمضان چنان تمام میشه که هیچی معلوم نمیشه چگونه تمام شد. رمضان آمد و رفت، شعبان هم آمد، انشاءالله استفاده بشه. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب العالمين، أي خداي كريم، أي خداي عظيم، أي خداي مهربان، أي خداي بي نظير بي مثل بي مانند، ای خدای دانا و توانا، ای قادر مطلق، ای مالک الملک، ای مالک الملک، ای مالک همه جهان و عالم، هر دو جهان. یا رب درهای رحمتت را بر ما بکشا و از همه اول مرد مقبولیت عنایت قبولیت من بنه که مقبول درگاه تو بشیم، مردود درگاه من نگرد، محروم رحمتهای خودتون مرا قرار نده.
مقبوليت عنايات، للهيت عنايات. الأمالة برای خودت قرار بده. وانگیزه ما را همیشه در عملای کوچک و بزرگ که به توفیق تو انجام میگیرن، یا رب مرا اخلاص عنایت فرما، للهیت. منافع مد نظر من قرار نده. یا الله منافع دنیا، منافع آخرت، ورزامندی خود، خوشنودی خود. یا الله سعادت دارین را همیشه مد نظر ما قرار بده. یا رب، یا رب، یا رب، همه چیز در دست تو هست. توی تو، همه چیز در دست تو. هدایت، خیر دنیا، خیر آخرت، همه خیرها در دست تو هست. بیدک الخیر، انك على كل شيء قدير. مر بخير رهنمائي، مر توفيق فهم قرآن رهنمائي كن، توفيق عمل بقرآن عنایت فرما، ظاهر قرآن را به ما یاد بده و آنچه که در باطن گذاشتی، رموز و اسرار قرآن عظیم و شان را، اسرار وحی را به ما تفهیم بفرما و مرا آگهی بده به ظاهر قرآن، به بطن قرآن، به اسرار قرآن، و مرا با وحی نزدیک بگردان یا رب. مناسبت بده یا رب، در کفام بده یا رب، و مرا کمک بکن به راه صحیح و راه درست، و از شبهات و خطا و لغزش ها مرا به فنای قدرت محفوظ بدار یا رب. حفاظت، حفاظت توی یا الله مارا در تمام مان مسائل دینی و دنیاوی راه درست رهنمایی فرما و مارا هدایت نصیب بفرما. عاقبت مارا بخیر کن، تجارت دنیا و آخرت مارا و مردم مارا سودمند بگردان، و هدایت عام، رحمت عام، مغفرت عام نصیب ما و همه جهانیت بگردن. مرا هدایت بده، ملت ایران هدایت بده، مردم ایران، ملت مسلمان را هدایت بده، جهانیان را هدایت بده. تو قادری یا الله. یا الله اینه که الان ظلم میکنن، جنایت هم میکنن، یا الله هدایت در دست توی، امر اینها در دست تو هست، در دست کسی نیست، در دست پیامبران نبود امر هدایت. و تو قادری که همه این اینها را هدایت بدی، ظالمین زمان را، جنایتکاران زمان را، توی دنیا قادری هدایت بدی. و دست توی، و تو حکیمی، حکمت داری در کارای خدا، چه کسی را هدایت بدی، چه کسی را نبیدی، این کار تو هست یا عاقبت همه ما را خیر بگردان، برکات را، درهای رحمت و برکات را بر ما باز کن. این مجموعه را یا الله اینجا مجموعه خیر بگردان، مجموعه برکت بگردان یا رب، یا رب. تو نصیب بفرما یا الله، امدادت را، نصرتت را نصیب ما بگردن، عاقبت همه ما را بخیر کن، و خاتمه همه ما را با ایمان به همه گذشتگان یا الله غریق رحمت کن، خصوصا کسانی که جو دست داشتن و در دیگر مساجد و مدارس و امور خیر دست دارن، یا الله توفیق رحمت خود را بر اونها نازل فرما که رفتن زندهن، برکات بر سرشون نازل، و عاقبت همه ما را بخیر فرما. مشکلات را یا الله حل بفرما، ای فروجه که الله در حال اجرا هست این بفای تکمیل برسان، مسجد و قبول بفرما، و یا الله مدرسه که کم بود های زیاد داره، یا الله مدرسه را به تکمیل برسان، برگه خود قبول بفرما، و کمک بفرما
مدد بفرمد تمام مدارس ديني ومساجد وأمور خير رأي لكم هك بفرمان أكبت يا مي بحر بخير فرمان. ربنا تقبل منا يا اللي افتتاهي وهمان ترك افتتاه در دس تهاز اختتامهم درس بخير يا اللي افتتاه قرار بدي واختتام اشرحهم بخير قرار وأكبت يا مي بحر بخير فرمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك